ما برای تشریح قلب یک برش رو بایستی روی دهلیز راست ابتدا بزنیم بین ونکاوا سوپریور و ونکاوا اینفریور بزرگ سیارگ زیرین و بزرگ سیارگ زبرین رو در نظر بگیرید و روی دهلیز راست رو سطح خارج دهلیز راست یک برش میزنیم و داخل دهلیز رو میتونیم مشاهده بکنیم برای تشریح بطن راست شریان پولمونری رو پیدا میکنیم و از داخل شریان پولمونری پنسه رو عبور بیدیم. و تا رس قلب نزدیک رس قلب به سمت پایین میاریم و روی این در خطی که مشاهده میکنید یک برش میزنیم و داخل بطن راست رو میتونیم ببینیم هم میتونیم دریچه تریکاسپید رو اینجوری مشاهده کنیم هم دریچه سمیلونار شرین پولمونری رو مشاهده کنیم و هم داخل در بطن راست رو میتونیم ببینیم که داخل بطن راست اون مدریتوری بند و پاپیلر رو به خوبی میشه مشاهده کرد. برای تشریح سمت چپ قلب یا قلب چپ دهلیز چپ رو مشاهده می کنید که یک برش رو سطح خارج دهلیز چپ می دیم و داخل دهلیز چپ رو می بینیم که گفتم قسمت جلوی دهلیز چپ ازولانی است و همون گوشک چپ رو تشکیل داده و قسمت عقبش قسمت عمدش در حقیقت صاف هست دیوارش صاف هستش و وریدهای پولمونری واردش می شن. برای تشریح بطن چپ آورت رو پیدا می کنیم. از داخل آورت پنستی رو یک سوندی رو عبور میدیم و در حقیقت از آورت نزدیک به همون سپتوم بین بطنی یک برش میزنیم رو جدار قدامی قلب تا رأس قلب و به این ترتیب میتونیم دریچه میترال رو ببینیم و از اولاد پاپیلری قدامی و خلفی رو در داخل بطن چپ مشاهده بکنیم اینجا مشاهده میکنید که بطن چپ و دهلیز چپ باز شدن و دریچه های سه رو اینجا میشه دید و دریچه میترال رو هم میتونیم ببینیم